سلام دوست ایگلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون از اینکه عضو کانالم هستین. اگه اولین باره که ویدیوهای منو میبینین، ممنون میشم از اینکه عضو کانالم بشین و حتما هم کلید زنگوله رو بزنین تا اولین نفری باشین که از ویدیوهای من با خبر میشین. با ادامه بافت این رومیزی در خدمتتون هستم. ما تا رج 11 رو بافته بودیم و الان رج 12 کار هستیم. طبق این نقشه کار که میبینین، رج 12 مثل رج های قبلمون با 3 تا زنجیره و 3 تا پای بلند شروع میشه. 5 تا زنجیره میزنیم، 3 تا پای بلند، 5 تا زنجیره و 4 تا پای بلند و اینجا 5 تا زنجیره. توی رج قبل که 2 تا پای بلند داشتیم، روش 3 تا پای بلند میزنیم با 3 تا زنجیری که بینشون هستش. من این رج رو میبافم براتون و توضیحشو براتون میذارم. مثل همه رج های قبلمون با 3 تا زنجیره شروع میکنیم و 3 تا پای بلند. این 3 تا پای بلند، 5 تا زنجیره میزنیم، 3 4 5. و اینجای کار که تو رجای قبل 4 تا پای بلند داشتیم، این رج 3 تا پای بلند میزنیم. 1 2 3 تا و بازم 5 تا زنجیره، 4 5. و اینجای کار بازم 4 تا پای بلند داریم، 1 2 3 و اینم 4 تا پای بلند. اینجا 5 تا زنجیره میزنیم، 3 4 5. ببینید رج قبل 2 تا پای بلند ما داشتیم. رو پای بلند اول یه پای بلند میزنیم، 3 تا زنجیره. ما بین این زنجیره های رج قبل با یه پای بلند 3 تا زنجیره و رو پای بلند آخرمونم یه پای بلند میزنیم. خب اینجا شد 3 تا پای بلند. میبینیم باز 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 تا و روی 4 تا پای بلند رج قبلمون 4 تا پای بلند میزنیم، 1 2 3 4. پنج تا پای بلند، روشای چهار تا پایمون 3 تا پای بلند میزنیم، 1 2 3. یک دو سه چهار پنج تا زنجیره و بازم 4 تا پای بلند، 1 2 3. اینم 4. این قسمت کار تا اینجای کار رو به همین صورت بافتش رو انجام میدیم. فقط در قسمت اینجای کار هستش که اینجای کار، چون که 5 تا پای بلند ما داشتیم برای این قسمت کار هستش، توی این قسمت 4 تا زنجیره میزنیم، یه پای بلند
سه تا زنجیره وسط کار، یه پای بلند با سه تا زنجیره و یه پای بلند داریم و چهار تا زنجیره. یعنی تنها فرق این رشت اینه که این قسمت کار که وسط های این طرحمون هستش، وسط های این طرح های اینجا هستش، این قسمت ها به جای اینکه 5 تا زنجیره داده بشه، این قسمت ها 4 تا زنجیره داده میشه، وسطشون 3 تا زنجیره. من تا اینجا یه کار میبافم، اینجا رو با فیلمش براتون میذارم. خب خانم ببینین، این قسمتی بودش که گفتم تا اینجا یه رج میبافم و براتون توضیح میدم. این قسمت کار فقط فرقش هستش تو این رج. تو قسمت های دیگه تو این قسمت ها 5 تا زنجیره بودش، اینجا 4 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 تا، و یه پای بلند بازم میزنیم رو پای بلند قبلی، 3 تا زنجیره بینش، 2 3، یه پای بلند وسط زنجیره همون، 1 2 3، یه پای بلند هم رو پای بلند دوم همون، و 1 2 3، 4 تا زنجیره اینجا میزنیم و ادامه رج همونه. 4 تا پای بلند میزنیم و تا انتهای این رج خانما بافتمون به همین صورت هستش و این میشه رج 12 کار. من انشالله رج 13 رو براتون باز فیلمش رو جدا میذارم. برای رج 13 کار توی نقشه رو نگاه میکنیم، مثل رج قبل این شروع رج 13 3 تا زنجیره میزنیم و 3 تا پای بلند میزنیم. اینجا 1 2 3 تا زنجیره میزنیم. رج قبل 3 تا پای بلند داشتیم، روش یه دونه پای بلند میخوره و 3 تا زنجیره باز میزنیم و روی 4 تا پای بلند رج قبلمون 4 تا پای بلند میخوره. این قسمت کار رو اگه دقت بکنید خانم ها، این نقطه های کوچیکمون در حکم یه زنجیره بودن، ولی اینجا یه دایره کوچیک تو خالی داریم. این پیگوته که من الان تو این رج توضیح این بافتم بهتون میدم. خب گفتیم برای شروع رج 3 تا زنجیره میزنیم و مثل رجای قبل 3 تا پای بلندمون رو میزنیم، 1 2 3، 4 تا پای بلند شد اینجا. 3 تا زنجیره میزنیم روی 3 تا زنجیره، این 5 تا زنجیره رج قبل. اینجا وسط 3 تا پایه های رج قبلمون یه پای بلند میزنیم و بازم 3 تا زنجیره روی 5 تا زنجیره رج قبلمون میخوره و اینجا بازم 4 تا پای بلند داریم، 2 3، اینم 4 پای بلند. ببینید اینجا رج قبل 5 تا پای بلند داشتیم، تو این رج 1 2 تا زنجیره میزنیم. اما پیگوت چیه؟ ببین این دایره اینو دارم توضیح میدم الان، این دایره تو خالی اینجا رو ببینید، 2 تا زنجیره که داشتیم برای پیگوت زدن ما 1 2 3 تا زنجیره میزنیم، بر میگردیم توی زنجیره اولی از این ستایی که زده بودیم، یه دونه اینجوری پایه نامرئی میزنیم، این میشه پیگوت. باز 2 تا زنجیره میزنیم، روی پای بلند قبلیمون یه پای بلند میزنیم و 2 مرتبه و 2 تا زنجیره باز میزنیم، 1 2 2 تا زنجیره میزنیم، یه پیکوت داریم. ببینین این زنجیره برای پیکوتمون، 1 2 3، بر میگردیم تو این زنجیره اولی که از این ستایی برای پیکوتمون زده بودیم، در واقع یه پایه نامرئی به این صورت میزنیم و ادامه باف 2 تا زنجیره میزنیم، بازم یه پایه بلند
روی پای بلند وسطیمون از این سه تا پای بلند رج قبلمون روی وسطی دو تا پای بلند میخوره، وسطشون هم دو تا زنجیره. این دوم پای بلندمون و بازم دو تا زنجیره، یه پیکوت، یک دو سه تا. برمیگردیم تو این سومی، یه پای نامری در میاریم، یک دو دو تا زنجیره، بعد مرتبه یه پای بلند روی پای بلند قبلیمون میزنیم، یک به این صورت، دو مرتبه یک دو یک دو، سه تا زنجیره روی این سه تا زنجیره اولیه که برای پیگودمون بود، یه پای نامری میزنیم، یک دو. بعد دو مرتبه میرسیم به این چهار تا پای بلندمون، یک دو سه، اینم چهار. ببینید به این صورت میشه. این قسمت هایی که اینجوری بافته شده رو بهش میگن پیگوت. حالا این بافتا باز دو مرتبه تا این قسمت کار انجام میدیم تا برسیم به این گوش، این ستای طرح وسط گوشه های کارمون، که اینا هم براتون بهتون میگم که تنها فرقش اینه که اینجا دوتا زنجیره زدیم و یه پیکوت، اینجا برای گوشه های کار سه تا زنجیره میزنیم، پیکوت درست میکنیم و سه تا زنجیره میزنیم. حالا اینجا که برسم باز بهتون توضیحشو میدم. خب ببینید، من الان این قسمت رج قبل و رج که تا اینجای کار گفتم توضیحشون براتون میدارم تا اینجا بافتم، به این گوشه کار میرسیم. یعنی من الان دارم اینجای کار رو میبافم و توی نقشه هم همینطور که میبینین، ببینین این قسمت کار بود که گفتم باید سه تا زنجیره اینجا بخوره، چون که گوشه کاره و هلاله یه مقدار تعداد زنجیره رو اینجا بیشتر گرفته. اینجا به جای دو تا زنجیره یک دو سه تا زنجیره میزنیم و یه پیکوت میزنیم. تنها فرقش این رجش با رج های دیگرش در همینه، یک دو سه تا زنجیره میزنیم، یک دو سه تا زنجیره هم برای پیکوت میزنیم. به این صورت میزنیم توی پای زنجیره سوم، این گوشه کار رو به این صورت نگه میداریم و اینو در میاریم، بازم یک دو سه تا زنجیره میزنیم، بعد پای بلند میزنیم. یعنی این رجش، این قسمت گوشه کارش، تنها فرقش با بقیه قسمت ها تو همین هستش و دیگه فرق دیگه ای تو این رج نداره. این رج 13 به این صورت ببافین تموم کنین و رج 14 همه ایشالله توضیحش رو براتون میذارم.